أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين حضرت امیر المومنین خلیفہ پنجم مسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز پاسس تلاوت تشاہد تعوذ و سورہ فاتحہ فرمودند من در باری زندگی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحبت می کردم و حوادثی را که بلا فاصله بعد از جنگ بدر رخ داد بیان می کردم از این حیث یکی از حوادث مهمی که در سال دوم هجری رخ داد بناگذاری قبرستان جنت بقیع در مدینه است. جزئیات بنا نهادن جنت البقیع به شرح زیر است. زمانی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مدینه سکونت گزیدند قبرستان‌های زیادی وجود داشتند. یهودیان قبرستان خود را داشتند و قبایل مختلف عرب قبرستان خود را داشتند. از آنجایی که مدینه در آن زمان به نواحی مختلف تقسیم شده بود، هر طایفه مردگان خود را در مزارع آزاد مناطق خود را دفن می کرد. قبا قبرستان مخصوص به خود را داشت که مشهورترین آنها بود. اگرچه چند قبرستان کوچکتر نیست، در اونجا وجود داشتند. قبیله بنی سفر قبرستان مخصوص به خود و قبیله بنی سلما قبرستان مخصوص به خود داشتند. قبرستان‌های دیگر شامل قبرستان بنی سعده بود که بعدها سوق النبی صلی الله علیه و آله و سلم در اونجا تأسیس شد. در زمینی که مسجد النبی ساخته شد، در میان باغات خرما قبرهای مشرکان نیز وجود داشته است. در میان این همه قبرستان بقیع الغرقد قدیمی ترین و مشهورترین قبرستان بود. پس از آن که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را به عنوان قبرستان مسلمانان انتخاب فرمودند، جایگاهی بی‌نظیر و متمایز پیدا کرد که همیشه باقی خواهد ماند. حضرت عبید الله بن ابی رافع رضی الله عنه نقل می کنند که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جستجوی مکانی بودند که فقط مسلمانان در آن دفن شوند و به همین منظور مکانهای مختلف را مورد بررسی قرار می دادند. اما این افتخار برای بقیع الغرقد بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند به من امر شده است که این مکان یعنی بقیع الغرقد را انتخاب کنم. در آن زمان به بقیع الخابی نیز معروف بود. درختان و درختچه‌های غرقد بی شمار بود، مملو از پشه و سایر حشرات بود و هرگاه پشه ها در این منطقه به دلیل کثیفی جنگل بودن جمع می شدند، به نظر می رسید که ابری از دود منطقه را پوشانده است. اولین کسی که در آنجا دفن شد حضرت عثمان بن مسعود بود.
حضرت عثمان بن مسعود بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم سنگی را بر سر قبر گذاشتند و فرمودند او پیشروی ماست. هرگاه کسی بعد از او از دنیا می رفت، مردم از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می پرسیدند که کجا دفنشان کنند. بر این اساس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمودند او را در بقیع نزد پیشروی ما عثمان بن مسعود دفن کنید. بقیع در زبان عربی به مکانی اطلاق می شود که پر از درخت باشد. به هر حال در مدینه این مکان به بقیع الغرغد معروف شد، زیرا پر از درختان غرغد بود. همانطور که اشاره کردم، علاوه بر این درختچه های بیابانی زیادی نیز وجود داشتند. به آن جنت بقیع نیز می گویند. منظور از جنت در عربی باغ یا بهشت است. به این ترتیب در میان بیشتر بازدید کنندگان غیر عرب جنت البقیع معروف است. آقای عبدالمحید قادری درباره این جزئیات مختلف را ثبت کرده است. در ادامه می گوید نباید فراموش کرد که عربها عموماً قبرستان خود را جنت می نامیدند. نام دیگر این قبرستان مقابر الباقی است که در میان بادی نشینان بیشتر شهرت داشته است. در این باره حضرت میرزا بشیر احمد در سیرت خاتم النبیین چنین آورده‌اند: تا پایان این سال، یعنی سال دوم هجری، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم برای اصحاب خویش پیشنهاد قبرستانی در مدینه مطرح فرمودند که از آن به نام جنت بقیع یاد می شود. پس از بنای آن، صحابه عموماً در همین قبرستان دفن می شدند. اولین صحابی که در این قبرستان دفن شد عثمان بن مسعود بود. عثمان از پیشگامترین مسلمانان و بسیار صالح و پارسا بود. او مردی زاهدانه بود. یک بار پس از مسلمان شدن به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عرض کرد: اگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اجازه دهند، آرزوی من این است که دنیا را به کلی رها کنم و از زن و فرزندم جدا شوم تا جانم را تماماً وقف عبادت خدا کنم. اما پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به او اجازه ندادند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم حتی در مورد افرادی که دنیا را به کلی رها نمی کنند، بلکه آنقدر روزه می گیرند و نماز می خوانند که بر حقوق وابستگانشان تأثیر می گذارد، می فرمایند حقی را که بر خداست باید به جای بیاورید، حقوقی را که بر زن و فرزندانتان و مهمان دارید باید بدهید و حقی را که بر عهده خودتان است بدهید، زیرا همه این حقوق از سوی خداوند مقرر شده است و ادای آن نیز نوعی عبادت است. از این رو پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عثمان بن مسعود اجازه ندادند که دنیا را ترک کند و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ضمن نهی از تجرد و زهد در اسلام از بین افراط و تفریط راه وسطی برای امت خود بیان فرمودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از رحلت عثمان بن مسعود بسیار اندوهگین بودند. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت پیشانی او را بوسیدند و در آن هنگام اشک در چشمان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جاری شدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از دفن سنگی بر سر قبر آن حضرت نصب کردند و هر از چند گاهی به جنت بقیع زیارت می کردند، برای او دعا می کردند. عثمان اولین مهاجری بود که در مدینه از دنیا رفت. اینک غزوه ذی امر را که به غزوه بنی قطفان نیز میگویند بیان میکنم. به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر رسید که شاخه های بنی ثعلبه و بنی محارب از قبیله قطفان در محلی به نام ذی امر جمع شده اند. این روستا در حوالی قطفان است. هدف آنها حمله به مناطق مجاور شهر مدینه و پیوستن آنها به آنها بود
کیسی کہ اونہارا علیہ مسلمانان تحریک میں کرد دسور بن حارس اسبنی محارب بود. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به محض دریافت این خبر به مردم دستور دادند تا آماده شوند و بدین ترتیب با لشکری متشکل از 450 نفر از اصحاب و چند از مدینه خارج شدند. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عثمان بن عفان را به عنوان نائب خود در مدینه منصوب کردند. غزوه غطفان در ربیع الاول سال سوم هجری قمری انجام شد و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در دوازدهم ربیع الاول عازم این غزوه شدند. مردم مدینه 11 روز غیبت ایشان را تحمل کردند. سپس در 24 ربیع الاول پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم به مدینه بازگشتند. منطقی که پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برای جمع آوری اطلاعات درباره غطفان در آنجا اردو زدن، محله نزدیک غطفان به نام زی امر بود و به همین دلیل غزوه را غزوه زی امر می نامند و از آن به عنوان غطفان نیست یاد می شود. غزوه بنی غطفان با اشاره به این که آن علیه قبیله غطفان است. در رابطه با حرکت پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم برای مبارزه با اجتماع مشرکان آمده است که اصحاب پس از خروج از مدینه در ذل قصه با شخصی از بنی ثعلبه ملاقات کردند. ذل قصه در 14 مایلی مدینه به سمت ربس قرار داشت. این شخص جبار نام داشت. اصحاب او را گرفتند و جویا شدند که به کجا می رود. پاسخ داد: می خواهم برای گذران زندگی به یثرب بروم. و او را نزد پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم بردند. پیامبر اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم را از احوال قوم خود آگاه کرد و پس از دعوت پیامبر اکرم به اسلام همان لحظه مسلمان شد. هنگامی که از قصد پیامبر اکرم آگاه شد که به جنگ با بنی ثعلبه و بنی محارب رفته اند، به پیامبر اکرم گفت: ای محمد، آنها هرگز در جنگ با شما روبرو نخواهند شد. اگر از ورود شما مطلع شوند، فورا به سمت قله های کوه فرار می کنند. آنها البته می خواستند به حامی مدینه حمله کنند، اما هرگز با مسلمانان روبرو رو در رو ناشدن. گفت: من هم شما را همراهی می کنم. پیامبر اکرم جبار را زیر نظر بلال قرار دادند. این شخص مسلمانان را از مسیر دیگری برد و به منطقه آنها رسید. وقتی مردم آنجا نزدیک شدن لشکر مسلمانان را دیدند، همگی به کوه گریختند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پیشروی کردند و به چشمه به نام زی امر رسیدند و در آنجا عرضو دادند. ناگهان باران شدیدی در آنجا بارید و لباس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و اصحابشان قیز شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم لباس خیس خود را روی درختی گذاشتند تا خشک شود و زیر آن درخت دراز کشیدند. اصحاب به کار خودشان مشغول بودند. اینجاست که تلاش شیطانی برای شهادت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صورت گرفت. در رابطه با فردی که در این حادثه شمشیر کشیده است نوشته شده است: میگویند کسانی که در قله کوه ها پنهان شده بودند، تمام حرکت های پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را از بالای کوه می دیدند. مشرکان چون پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را دیدند که تنها در یک جا خوابیده اند، نزد رئیس خود دستور رفتند که از همه شجاعتر بود. مشرکان به او گفتند: الان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تنها دراز کشیده اند، اکنون وظیفه شماست که با او برخورد کنید. در روایت آمده است که دستور وقتی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم را به تنهایی دراز کشیده دید، گفت: اگر الان محمد را نکشم، خداوند مرا هلاک کند. در هر حال با شمشیر کشیده به سوی پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم بیرون رفت، اما به همانجا که سرش بود ایستاد. سپس خطاب به پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمود: امروز کیست که تو را از دست من نجات خواهد داد؟ پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم با اطمینان کامل فرمودند:
خداوند مرا حفظ خواهد کرد. در این انگام آن شخص به زمین افتاد و شمشیر از دستش افتاد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بلا فاصله شمشیر خود را برداشتند و از او پرسیدند: اکنون چه کسی تو را از دست من نجات خواهد داد؟ دستور در پاسخ گفت: هیچ کس این کار را نخواهد کرد. شهادت می دهم که معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم فرستاده اوست. به خدا سوگند دیگر هرگز مردم را برخلاف شما تحریک نخواهم کرد. این قولی بود که او داده بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شمشیر خود را به او پس دادند. در روایتی دیگر دستور رو به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم کرد و گفت: به خدا سوگند تو در انفاق بسیار از من بزرگتر هستی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در پاسخ فرمودند: من نسبت به تو ترجیح دهم که لطفی بکنم. دستور نیست قوم خود باز گشت، اما چنان تغییر کرده بود که شروع به تبلیغ برای قوم خود کرده. دستور ماجرای اتفاقی را که برای او رخ داد و چگونگی سقوطش را نقل کرده است. وی در رابطه با ماجرای سقوطش گفت: یکی قد بلند را آنجا دیدم. وقتی با شمشیر کشیده در آنجا ایستاده بودم، دیدم یه نفر قد بلند اومد، سینم را هل داد و من به پشت افتادم. با دستش ضربه‌ای به او زد و به پشتش افتاد. اما آن موقع بود که فهمیدم این یک انسان نیست، بلکه یه فرشته است. آن وقت بود که پذیرفتم معبودی جز الله نیست و محمد صلی الله علیه و آله و سلم رسول خدا است. گفت: به خدا سوگند دیگر بر او عمل نمی کنم. پس از آن مردم خود را به اسلام دعوت کرد. خداوند متعال به وسیله او مردم زیادی را هدایت کرده. به هر حال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از آن به مدینه بازگشتند و جنگی رخ نداد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مجموع 11 روز از مدینه دور بودند و به قولی 15 روز در خارج از مدینه ماندند. ابو عمر می گوید که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم تمام ماه سفر را در نجد گذراندند. به هر حال اینها روایت مختلف است، ولی در واقع سفر چند روزه بود. برخی از علما بر این باورند که واقعه مذکور در مورد شمشیر به جان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ذات الرکا رخ داده است. با این کار آنها دو حادثه را یکی و یکسان اعلام کرده اند، اما اکثر محققین این دو حادثه را در نبردهای مختلف می دانند. نام فردی که در نبرد ذات الرقا حمله کرد نیز غسور آمده است. گفته می شود که او اسلام را پذیرفت، در حالی که نظراتی نیز وجود دارند که او اسلام را نپذیرفت. هرچند با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عهد بست که هرگز با ایشان نمی جنگد. این نیز روایتی از بخاری است. یکی دیگر از حوادثی که در این مدت رخ داد، رحلت حضرت رقیه و ازدواج حضرت ام کلثوم است. جزئیات این حوادث را عبدالله بن منکف بن حارث انصاری نقل کرده است. وی می گوید: انگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم عازم جنگ بدر شدند، دخترشان حضرت رقیه را به حضرت عثمان واگذار کردند. او مریض بود و آن روز از دنیا رفت. وقتی حضرت زید بن حارثه با بشارت فتح پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم در میدان بدر آمد، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم سهمی از غنایم بدر برای حضرت عثمان تعیین کردند و سهم او به اندازه سهم کسانی بود که در جنگ شرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت حضرت رقیه، دختر خود ام کلثوم را به عقد حضرت عثمان درآوردند. حضرت ابو هریره رضی الله عنه می گویند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم بر در مسجد با حضرت عثمان روبرو شدند و فرمودند: ای عثمان، جبرائیل به من خبر داده است که خداوند ازدواج تو را
با ام کلثوم به اندازه مهریه رقیه و بر حسن رفتارت با او حکم کرده است. یعنی خداوند متعال فرموده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم دختر دیگر خود را نیز با همان ارزش مهریه رقیه به عقد حضرت عثمان در بیاورند. حضرت عایشه رضی الله عنها می فرمایند انگامی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ام کلثوم را به عقد حضرت عثمان در آوردند، به حضرت ام ایمن فرمودند دخترم ام کلثوم را آماده کن و او را به خانه عثمان ببر و جلوی او دف بزنید. اطیب که دستور عمل کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم 3 روز بعد حضرت ام کلثوم را زیارت کردند و فرمودند دختر عزیزم شوهرت را چگونه یافتی؟ ام کلثوم پاسخ داد او را بهترین او یک شو بهترین شوهر است. حضرت ام کلثوم با حضرت عثمان تا 9 هجری ماندند، بعد از این از دنیا رفتند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نماز میت او را اقامه فرمودند و مدتی کنار قبرش نشستند. حضرت انس رضی الله عنه می فرمایند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را در حالی که در کنار قبر ام کلثوم نشسته بودند دیدم که اشکبار بودند. در روایتی از بخاری این واقعه به این صورت ثبت شده است که هلال روایت میکند که حضرت انس بن مالک فرمودند ما در نماز میت دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم شرکت کردیم، دیدیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کنار قبر دخترشان نشسته بودند و اشک از چشمانشان جاری بود. در روایتی دیگر اومده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم پس از رحلت حضرت ام کلثوم فرمودند اگر دختر سومی داشتم او را به عقد عثمان در می آوردم. حضرت ابن عباس رضی الله عنه روایت می کنند پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از مکانی عبور کردند و دیدند که حضرت عثمان در آنجا نشسته و از اندوه رحلت دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت ام کلثوم گریه می کنند. راوی می گوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را 2 یارانش حضرت ابو بکر و عمر همراهی می کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم پرسیدند ای عثمان چرا گریه می کنی؟ گریه می کنم چون پاسخ داد گریه می کنم چون پیوند دامادی منم با شما اکنون به پایان رسیده است. هر دو دختر شما با من ازدواج کردند و هر دو فوت کردند. حالا دیگر داماد شما نیستم. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند گریه نکن، سوگند به خدایی که جانم از آن اوست. اگر 100 دختر داشتم و هر کدام یکی از دنیا می رفتند، تک تک آنها را یکی پس از دیگری به عقد تو در می آوردم تا این که حتی یک دختر از آنها باقی نماند. این ابراز عشق که متقابل از هر دو طرف بود. حضرت عثمان از یک طرف از پایان یافتن رابطه دامادیشان ناراحت بودند و از طرف دیگر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او را دلداری می دادند. ایشان بهش اطمینان دادند که نباید نگران شود زیرا هنوز با او رابطه نزدیکی دارند. حضرت میرزا بشیر احمد در کتاب سیرت خاتم النبیین این ازدواج را چنین ذکر می کنند پس از رحلت رقیه دختر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و همسر حضرت عثمان بن عفان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دختر دیگری به نام ام کلثوم را که از حضرت فاطمه بزرگتر اما کوچکتر از رقیه بود به عقد حضرت عثمان در آوردند. به همین دلیل حضرت عثمان به ذوالنورین یعنی صحابه دو نور معروف است. این دومین ازدواج ام کلثوم را این دومین ازدواج ام کلثوم اما قبل از برگزاری رخصتان این رابطه بر اساس مخالفت های مذهبی کرد شد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دخترش رقیه را ابتدا به عقد حضرت عثمان در آوردند و پس از رحلت رقیه ام کلثوم را نیز به عقد او در آوردند. با این حال مایه تاسف است که نسل هر دو دختر ادامه پیدا نکرد. ام کلثوم هیچ فرزندی نداشت و پسر رقیه به نام عبدالله در سن 6 سالگی درگذشت. ازدواج ام کلثوم در ربیع الاول سال 3 هجری قمری انجام شد.
یکی دیگر از رویدادهایی که در این دوره گزارش شده است جنگ بحران است. علاوه بر این که آن را جنگ بحران می نامند، به عنوان جنگ فرو و نبرد بنی سلیمان نیز یاد شده است. بحران معدن معدنی در دره فروس که متعلق به مردم حجاز است. دره فرو در 96 مایلی مدینه قرار دارد. به پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم خبر رسید که جمع کثیری از بنی سلیمان در بحران گرد آمده اند. بدین ترتیب پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم حضرت عبدالله بن ام مکتوم یا به روایت دیگر حضرت عمر را به عنوان نائب خود در مدینه منصوب کردند و با 300 نفر از اصحاب به سمت بحران حرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم در ابتدا دلیل این غزوه را بیان نکردند، اما هنگامی که سپاه مسلمانان تنها یک شب از بحران فاصله داشتند، مردی از بنی سلیم با پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم ملاقات کردند و به او خبر دادند که مردم پراکنده شده بودند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن مرد را به دست یکی از صحابی سپردند و به سفر ادامه دادند تا به بحران رسیدند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم کسی را در آنجا نیافتند، زیرا در جستجوی آب رفته بودند. پس پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باز گشتند و جنگی رخ نداد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در ششم جمادی الاولی از مدینه عازم این غزوه شدند و پس از 10 شب سفر در 16 جمادی الاولی بازگشتند. برخلاف این، ابن اسحاق میگوید پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم هنگامی که به بحران معدن حجاز در وادی فرو رسیدند، برای رهگیری کاروان تجاری قریش حرکت کردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم 2 ماه ربیع الاخر و جمادی الاولی را در آنجا گذراندند و سپس به مدینه بازگشتند. در این مدت جنگی رخ نداد. حضرت میرزا بشیر احمد جزئیات جنگ بحران را چنین بیان می‌کنند: زمان زیادی از غزوه ذی امر نگذشته بود، یعنی در اواخر ربیع الاول سال 3 هجری قمری، به پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم این خبر هولناکی رسید که بنی سلیمان بار دیگر در حال جمع شدن مجددن، در یک وضعیت بسیار شدید هستند. تعداد زیادی در بحران به قصد حمله ناگهانی به مدینه و اینکه گروهی از قریش نیز با آنان همراهی می کردند، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم چاره دیگری نداشتند. بار دیگر با جمعی از اصحاب از مدینه به راه افتادند. اما این جانوران وحشی عربستان که برای ضربه زدن ناگهانی و بی توجه به طعمه خود در کمین نشسته بودند، طبق عادت خود با دریافت خبر آمدن قریب الوقوع پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم متفرق شدند. از چند روز اقامت پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم باز گشتند. این که بنی سلیم و بنی غطفان بارها و بارها به قصد حمله ناگهانی به مدینه گردم آمده بودند، به خوبی نشان می‌داد که این قبایل وحشی و جنگجوی صحرای عربستان دشمنان بسیار مهلک اسلام بودند. شب و روز مشغول بودند که تا فرصتی بیابند که مسلمانان را به کلی نابود کنند. فقط سعی کنید وضعیت آسیب پذیر مسلمانان در آن زمان را تجسم کنید که روزهای آنها در آن دوران چگونه می‌گذرد. از یک سو قریش مکه بودند که به دلیل دشمنی با اسلام، به دلیل روحیه انتقام جویانه جنگ بعد نابینا شده بودند. با چنگ زدن به پرده های کعبه نظر کردند که تا نابودی مسلمانان آرام نگیرند. از سوی دیگر این جانوران تشنه به خون صحرای عربستان بودند که به دلیل تحریک قریش و دشمنی خود با اسلام از نوشیدن خون مسلمانان بیقرار بودند. اینطور توجه داشته باشید که چند ماه پس از بدر، پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم برای مصون ماندن از انگیزه های مرگ بار قبایل وحشی عربستان مجبور به سفر شخصی شدند. همانطور که سر ویلیام میور توضیح داده است، این روزهای گرمای سوزان نیست بود و نگفته نماند این گرما مربوط به صحرای عربستان بود. اگر نصرت و کمک خاص خداوند نبود و ذکاوت پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان را دائما بیدار و بیدار نگه نمی داشت،
مگر پیامبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برای براکنده ساختن نیروهای تدبیر نمی گردند. دشمن قبل از حمله نگهانی در شب مسلماً مسلمانان در آن روزها نابود و تباه می شدند و اینها فقط تهدیدهای خارجی بودند. تا آنجا که به تهدیدات داخلی مربوط می شد آنها هم کمتر نبودند. حتی در خود مدینه نیز گروهی به نام منافقان وجود داشت که در میان مسلمانان به عنوان خود زندگی می کردند. واقعا گزاف نیست که اگر از آنها به عنوان مار در علف یاد کنیم، علاوه بر آنها توته گران، خائنان و همیشگی در قالب قوم یهود بودند که دشمنی آنها در عمق و وسعت خود به دورترین مرزها رسیده بود. خدای مهربان، چه روزگار سختی برای مسلمانان بود. بگذارید از زبان خودشان بشنویم. عبی بن کعب از صحابه معروف میگوید در آن است حال اصحاب بگونه‌ای بود که شبها حتی بازوها را از پا در نمی آوردند و روزها در صورت حمله نگهانی مسلح به گردش می رفتند. به همدیگر می گفتند ببینیم آیا تا آن روزی زنده ایم یا که شبها بدون ترس جز ترس از خدا در آرامش و امنیت بخوابیم. چه سختی و درماندگی و چه حسرت زندگی پر از آرامش و امنیت در این سخنان نهفته است. هر فرد عادل می تواند این را برای خودش بسنجد. این شرایط امروز هم در بعضی جاها وجود دارد، به ویژه در فلسطین فعلی. غزوه زید بن حارثه نیز بود که مشروع آن به شرح زیر است. شکست بنی سلیم، تبعید بنی قطفان، فرار ابو سفیان در جنگ سویق و شکست بنی ثعلبه و بنی محارب در جنگ بنی قطفان همگی شاهدی بر افزایش ارتش بودند. سلاحیت مدینه مهمتر از همه پیروزی مؤمنان و شکست خوار کننده مشرکان در جنگ بدر، دشمنان اسلام را با چالش های اقتصادی بزرگی مواجه کرد. زیر راهی اصلی تجارت مکه به شام از غرب مدینه و در امتداد دریای بدر می گذشت. امر مسلمانان در همین مسیر سعی کردند کاروان تجاری ابو سفیان را راهگیری کنند. قبایل مجاور مدینه نیز با پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم متحد شده بودند. به همین دلیل مشرکان مکه آمادگی استفاده از این مسیر را برای تجارت نداشتند. این مانعی که مسلمانان در برابر رشد اقتصادی مکی قرار داده بودند موجب نگرانی آنان شد. آنها مسیر اصلی سوریه را رها کردند و به دنبال یک مسیر جایگزین شدند. روزی صفوان بن امیه خطاب به کافران گفت محمد صلی الله علیه و سلم یا و یارانش زندگی را بر ما سخت کرده اند. آنها ما را از رفتن به مکان مرکزی خود برای تجارت منع کرده اند. من نمی فهمم باید چه کار کنیم. مسلمانان حتی هیچ قصدی برای پاکسازی منطقه سالی نشان نداده اند. اکثر قبایل ساکن در ساحل نیز با آنها معاهدات منعقد کرده و با آنها هم پیمان بستند. چگونه سفر خواهیم کرد و چه خواهیم کرد؟ اگر اینجا در مکه بمانیم، منابع و هر چه داریم مصرف میکنیم. بعد از این دیگر چیزی برای زندگی نخواهیم داشت. اینها کالاهایی بود که در تابستان به سوریه و در زمستان برای تجارت به حبشه میبردیم. حالا چه خواهد شد؟ همه با شنیدن سخنان صفوان بن امیه نگران شدند. اسود بن مطلب پیشنهاد کرد که به جای این که مسیر ساحلی را طی کنند از طریق عراق به سوریه بروند. صفوان پاسخ داد که چنین مسیری طلایی ندارد. ابو زمعه گفت از راهنمایی به شما میگویم که به این مسیر آگاهی دارد. راهنما فرات بن حیان اجلی است. او اغلب از این مسیر استفاده میکند و به خوبی با سفر آشناست. صفوان به خدا سوگند یاد کرد و گفت عالی، این دقیقا همان چیزی است که من میخواستم. فرات احضار شد. وقتی وارد شد صفوان گفت میخواهم با یک کاروان تجاری به سوریه بروم. محمد صلی الله علیه و سلم
مورا بسیار نگران کرده است. سیر کاروان های تجاری ماست نزدیک از نزدیک از کنار آنها عبور می کنند و من آرزو دارم از طریق عراق به سوریه برام. فرات پاسخ داد تو را در مسیری از عراق راهنمایی می کنم که اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم هرگز آن را کش نخواهند کرد. این مسیری متروک است. سپان گفت این چیزی است که من ترجیح می دهم. متروک بودن آن چندان نگران کننده نیست، زیرا زمستان است و در سفر به آب زیادی نیاز نخواهیم داشت. ما می توانیم تا این حد تحمل کنیم. با این حال آنها آمادگی خود را برای سفر آغاز کردند و به دنبال آن صفوان بن امیه همه را از مقدمات کاروان آگاه کردند و وسایل او را بردند. او همچنین ظروف ساخته شده از نقره، قطعات نقره و سایر اجناس را همراه خود برد. ابو زمعه نیز 300 قطعه مثقال طلا و نقره به صفوان سپرد تا برای او خرید کند. یک مثقال تقریبا 4.5 گرم یا دقیقاً 437 گرام است. با این حال این مبلغ زیادی بود. در روایت دیگر آمده است که صفوان با کالاهایی از ظروف نقره و قطعات نقره معادل 300 هزار درهم به راه افتاد. ابو سفیان بن حرب نیز مقدار زیادی نقره با خود برد و بقیه دیگر از قریش نیز اموال خود را برای خرید به اعضای کاروان به جز صفوان و ابو سفیان بسیاری دیگر مانند عبدالله بن نبی روبی و حویتب بن عبدالعزا به کاروان تجاری پیوستند. بدین ترتیب کاروان قریش به سرپرستی فرات بن حیان برای تجارت به سوی سوریه در مسیری از عراق حرکت کردند. با توجه به تاریخ این غزوه و اسامی دیگری که به آن معروف است ذکر شده است که این غزوه در جمادی الاخرى سال 3 هجری قمری رو صورت گرفته است که این غزوه به سوریه کرده نیست معروف است. سوریه کرده نیست معروف است. کرده چا آب چاهی بود که در ناحیه نجد یافت می شد. همانطور که قبلا ذکر شد قریش در مسیری که طی کردن بسیار مراقب بودند. تمام تلاششان این بود که این خبر به مدینه سرایت نکند و وگرنه استفاده از این مسیر نیست غیر ممکن بود. اما مشیت خدا امر دیگری را مقرر کرده بود و مردم این خبر را مخفی نگه نداشتند. نعیم بن مسعود اشجعی از این نقشه مطلع شد. تقریبا در همان زمان بود که برای انجام کار خاصی باید به مدینه می آمد. در آن زمان او بی دین بود و مشرک بود. در مدینه نزدیکی از رؤسای بنی نظیر به نام کنانه بن ابی حقایق اقامت گزید. به او الکل داد تا بنوشد. صحابی به نام سالت بن نعمان بن اسلم بارها از قبیله بنی نظیر بازدید می کرد. سلیت بن به مجلسی رسید که نعیم و کنانه بن ابی حقیق در آن نشسته بودند. نعیم کاملا مسدود و به دلیل مستی نتوانست جلوی افشای نقشه را بگیرد. او همه چیز را در مورد نقشه راه تجاری که با نظارت صفوان بن امیه از عراق عبور می کرد به آنها گفت. سلیم بن نعمان به شنیدن این خبر رفت با پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را از این نقشه آگاه کرد. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم به محض اطلاع از این امر فوراً مقدمات را فراهم کردند. او یک لشکر 100 نفره را به فرماندهی حضرت زید بن حارث اعزام کردند. این اولین باری بود که حضرت زید بن حارث به عنوان فرماندهی کل سپاه مسلمانان منصوب شد. او در سفر خود موفق شد. در روایتی آمده است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت زید بن حارث را با 100 سوار فرستادند. رفتن و کاروان تجاری را راهگیری کردن. رهبران کاروان دویدن و در جنگل پناه گرفتن. اصحاب یکی دو نفر را اسیر کردن و غنایم را نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آوردند. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آن را به 5 قسمت تقسیم کردن و یک خمس، 1/5 غنایم جنگی که برای خدا و رسولش اختصاص دادن معادل 20,000 درهم بود. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم باقی مانده اموال را بین مردمی که در غزوه شرکت کردند تقسیم کردند. در روایتی دیگری آمده است که حضرت زید مسافت را به سرعت طی کرد و کاروان قریش به کلی از آنها غافل شدند. می‌خواستند در چشمه‌ای به نام کرده توقف کنند که سپاه مسلمانان به آنها رسید. آنها به یک باره حمله کردند و بر آنها چیره شدند. صفوان بن امیه و سایر همراهان چاره‌ای جز فرار نداشتند. مسلمانان
فرات بن حیان رهنمای کاروان را به همراه به دو مرد دیگر به اسارت گرفتند. آنها مقادیر زیادی ظروف و نوکره را به دست آوردند که تقریبا 100,000 درهم ارزش داشت. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حمص را گرفتند و غنایم باقی را بین لشکریان تقسیم فرمودند. فرات بن حیان را رهبر قریش به دست پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم را سلم اسلام را پذیرفتند. جزئیات باقی مانده این خطبه های آینده ذکر خواهد شد انشاءالله. دلیل توقف این کاروان ها این بود که از این کالاهای تجاری برای جنگ با مسلمانان استفاده می کردند، شبیه تحریم هایی است که امروز اعمال می شود. با این حال آنها قدرت های جهانی برای رسیدن به منافع خود این کار را می کردند و در واقع گاهی کاملا در اشتباه هستند. به عنوان مثال ایالات متحده تحریم هایی را علیه اوگاندا اعمال کرده است، زیرا پارلمان آنها قانونی را علیه دیگر باشان جنسی تصویب کرده است. اگرچه دلیل آن را ذکر نمی کند، اما این واقعیت واقعی است. وضعیت این افراد این است، پس چگونه می توانند علیه اسلام ادعایی کنند؟ با این حال انشاءالله در آینده این موارد اشاره خواهم کرد. من می خواهم یک بار دیگر به شما یادآوری کنم که به دعا برای مردم فلسطین که تحت ظلم هستند ادامه دهید. اکنون حداقل برخی از غیر مسلمانان و برخی سیاستمداران هرچند ترسو شروع به صحبت علیه این بی‌عدالتی کردند. حتی برخی از یهودیان خود را از این اقدامات جدا می کنند و از دولت اسرائیل خواستند که آنها را بدنام می کنند. از این رو برخی صداها در اینجا و آنجا حتی توسط غیر مسلمانان بلند می شود. اکنون گفته می شود که هر روز 4 ساعت در نبرد مکس می شود تا کمک ها به مردم فلسطین برسد. خداوند متعال به درجه اجرای آن داناتر است و خدا می داند که در 20 ساعت باقی مانده چقدر بی‌عدالتی و بمباران علیه فلسطینیان صورت خواهد گرفت. اکثریت دولت ها و سیاست مداران بزرگ هیچ اهمیتی به زندگی فلسطینی ها نمی دهند. آنها منافع خود را دارند، اما این افراد باید به خاطر داشته باشند که خداوند متعال فقط برای مدت معینی مهلت می دهد. علاوه بر این تنها زندگی نیست که باید زندگی کرده، آخرت نیست وجود دارد. آنها فکر می کنند که اگر به تمام مزایای این دنیا برسند، به همه چیز رسیدند، در دنیا هم می توان آنها را گرفت و در آخرت هم گرفتار خواهند شد. در هر صورت باید روی دعا تمرکز کنیم. خداوند مطالب فلسطینی ها که تحت ظلم و ستم هستند کمک کند و آنها را از این بی عدالتی ها نجات دهد. چند نماز میت را هم بعد از نماز به صورت غیابی اقامه می کنم. اولین جنازه خانم منصور باسمه همسر حمید الرحمن خان است و اخیراً در گذشت. انا لله و انا الیه راجعون، به راستی که ما از اون خدا هستیم و به سوی او باز می گردیم. و این نوه نواب عبدالله خان و حضرت صاحبزاده امت الحفیظ بود. او نوه مادری حضرت صاحبزاده میرزا شریف احمد و بو زینب بیگم بود. او دختر میان عباس خان و امت البایی بیگم بود و به فضل خداوند متعال موسی و بانوی بسیار پارسا بود. حضرت خلیفه سوم مسیح در هنگام خطبه عقد نسای گوناگون ایراد فرمودند که من بخشی از آن خطبه را میخوانم. حضرت خلیفه سوم مسیح فرمودند با این عقد وظایف خاصی بر دوش دختر و پسر گذاشته می شود که قبلا نداشتند. اولا وظایفی است که در قبال یک دیگر دارند.
شوهر در قبال همسرش وظایف مشخصی دارد و همچنین زن نیز نسبت به شوهرش وظایفی خاصی دارد. ثانیاً وظایف دیگری نیز وجود دارند که آنها باید با هم انجام دهند که در رابطه با فرزندانشان است. در مورد مسئولیت های مربوط به فرزندان، مسئولیت های خاصی وجود دارد که بین این دو تقسیم می شود. به عنوان مثال، مادر برای کودک شیر می دهد، اما پدر نمی تواند این کار را انجام دهد. پدر اما در بیرون از منزل از کودک مراقبت می کند تا کودک هیچ گونه عادت غیر اخلاقی نگیرد. مسئولیت های مادر در درجه اول به امور داخل خانه مربوط می شود. به هر حال، اگر پدر و مادر هر دو به وظایف خود عمل کنند، فرزندان ما می توانند از بسیاری از عادات‌های بد مصون بمانند. حضرت خلیفه سوم مسیح نیز فرمودند: آیاتی که در این مناسبت تلاوت می کنیم، توجه ما را به این مجموعه جدید از مسئولیت‌ها جلب می کند. اولا خداوند متعال می فرماید: یا ایها الناس اتقوا ربکم، ای مردم از پروردگار خود بترسید. این آیه به ترس از خدا اشاره می کند و اگرچه قرآن در زمینه های مختلف از تقوا صحبت می کند، اما در این آیه خاص از قرآن کریم به مناسبت نیکی تلاوت می شود. بیان می کند در مورد ترس از پروردگار، این بدان ماناست که همانطور که خداوند متعال روزی دهنده است و به تدریج همه چیز از جمله آنها را پرورش می دهد، اکنون نیست به آنها مجموعه جدیدی از مسئولیت های عنایت و پرورش داده می شود که تنها در صورتی انجام می شوند که واقعا از پروردگارشان که خداست بترسند. ثانیاً این پیوند بسیار شکننده است. بسیاری سوء تفاهم ممکن است به دلیل سالینگاری ایجاد شود، لذا برای مسئول ماندن از این امر به ما دستور داده شده است. قولو قولا سدیدا، و کلمه درست را بگوییم، حرف راست بگوییم. این بدان معناست که فقط گفتن حقیقت کافی نیست، بلکه باید به گونه صریح و بدون ابهام صحبت کرد. اگر کسی این عادت را بپذیرد، هر گونه سوء تفاهم یا تعارض را برطرف می کند. ثالثاً آمده است و تنظر ما قدمت لگد، و هر نفسی بنگرد که برای فردا چه می فرستد. این بدان معناست که بزرگترها برای آینده آنها تربیت کردند و اکنون آنها نیز باید در عین حال که آینده آنها را در نظر داشته باشند، تربیت مناسبی را برای فرزندان خود فراهم کنند. آینده هر نسلی که در رابطه با تربیت والدین برای فرزندانشان ذکر می شود مستقل و متفاوت است. این فقط به یک آینده مربوط نمی شود. این به این دلیل است که جهانی که ما در آن زندگی میکنیم و جامعه اطراف ما دائما در حال تغییر است، دورانی کنونی کاملا تغییر کرده است. نشانه های انقلاب بزرگی که همیشه به ما مشارکت بشارت میدهند، اکنون در افق دیده میشوند. بنابراین وظایف امروز یک پدر در این دوران با مسئولیت هایی که ما داشتیم متفاوت است. در واقع آنها باید مسئولیت خود را در قبال فرزندانشان با دقت بیشتر و با گستره وسیع تری انجام دهند تا آیندگان بتوانند بار سنگین مسئولیت هایی را که قرار است بر دوش جماعت گذاشته شود آماده کنند، که مربوط به آموزش کل جهان است. خداوند متعال به ما توفیق داد که این را بفهمیم و به آن عمل کنیم. سپس حضرت خلیفه سوم مسیح فرمودند: اینجا آمده ام تا نکاح دختر عزیز را که نوه عموی پدری ما نواب عبدالله خان و عمه پدری ما امت الحفیظ بیگم است اعلام کنم. از طریق این ازدواج نسل چهارم حضرت مسیح موعود علیه السلام آغاز می شود. او نوه دختری حضرت میرزا شریف احمد است و لذا دو جهت با حضرت مسیح موعود علیه السلام نسبت خویشاوندی دارد. پس مسئولیت های دوگانه است و اگر مسئولیت ها دو برابر است، انظار نیست دو برابر است، همچنان که بشارت برای ما دو برابر است. سپس آن حضرت به بزرگان و فرزندان خانه حضرت مسیح موعود علیه السلام اشاره کرده فرمودند که باید
وظایف خود را درک کنند. اگر آنها در انجام وظایف دوگانه خود کوتاهی کنند، باید با یک مشتار دو جانبه نیز مواجه شوند. خداوند متعال به بزرگان و فرزندان خاندان مسیح موعود علیه السلام توفیق دهد که این را بفهمند. سپس آن حضرت فرمودند: هرگاه نکاحی را اعلام می کنم که در آن دختر و پسر با حضرت مسیح موعود علیه السلام نسبت خویشاوندی داشته باشند، من نیز نگران می شوم و بیشتر تمرکز می کنم که خداوند متعال به آنها برای تشخیص این مقام توفیق دهد، زیرا در مورد یاور بودن مسیح موعود با دیگران تفاوت دارند و از این رو باید در این دنیا به عنوان بندگان بزرگتر زندگی کنند. به هر حال اینها سخنان ارشادی ایشان بود و لذا ذکر کردم. رابعه دختر باسم منصوره درباره زندگی شخصی خود می نویسد: او در بچگی ما را با خداوند متعال آشنا کرد. او تاکید میکرد که ما برای خوشبختی خود دعا کنیم. او غالبا میگفت: دعا کنید خداوند متعال شما را با انسانهای خوب ملاقات کند. وقتی کوچک بودیم معنای این دعا را نمیفهمیدیم، اما وقتی بزرگتر شدیم متوجه اون شدیم. او میگوید: مادر من به مردم خیلی محبت میکرد. او احساسات خود را قربانی میکرد تا از دیگران مراقبت کند. این واقعا درست بود. شاید برای مردم به نظر می رسید که او برای خودش خرچ می کرد، اما نه، او خودش فداکاری می کرد و در عوض مراقب دیگران بود. مثلا برای جلسه به لندن می آمد و برای فقرا هدایایی پس می گرفت، پس می برد و برای خودش چیزی نمی گرفت. او همچنین دختر دیگری را بزرگ کرده، به تربیت اخلاقی خوب او توجه کرد و سپس او را نیز ازدواج کرد. علاوه بر او دختران زیادی هستند که او به ازدواج آنها کمک کرد. مردم اغلب به خانه او سر می زدند. او همچنین برای همسایه ها غذا می فرستاد. انگاری جور و آشپزخانه مشترک باز شده بود. این تا حدی بود که مردی که خیابانهای بیرون را جارو می کرد، وقتی وقت غذا می شد نزد او می آمد و غذا می خورد. او همچنین برای بسیاری از افراد کمک هزینه تعیین کرده بود. اگر روزی به او گفته می شد که چیزی را برای خودش پس انداز کند، می گفت: هرگز به فردا فکر نکردم. خداوند متعال برای حوایج مالی من کافی است. او نسبت به فدایان زندگی عزت و احترام زیادی قائل بود و از بستگان خود که فدایان زندگی بودند مراقبت می کرد و با آنها نیز ارتباط برقرار می کرد. او می گوید: او همچنین به ما می گفت که فدایان زندگی قربانی می کنند و بنابراین باید از آنها مراقبت می کرد. او عدالت را در مورد تمام روابط خود به شیوه عالی رعایت کرد. او همیشه می گفت که هرگز به رفتار دیگران به خودش فکر نکرده است. اگر او مرتکب اشتباهی می شود یا در مورد کسی اشتباهی رخ میداد، همیشه اولین کسی بود که عذر خواهی میکرد. اگر کارگری را سرزنش میکرد، از آنها هم عذر خواهی میکرد و بعد به آنها جایزه میداد. دومادش مرزا تکیودین میگوید: او در جمونی به وصیت پرداخت. فرم وصیت را هم چک کردم و در کمال تعجب دیدم که در سن 14 سالگی وصیت کرده است. او در خواب دید که محکم به پای خدا چنگ زده و به شدت گریه میکند. او میگفت که وقتی از خواب بیدار شد در واقع گریه میکرد. میگفت: الان خداوند متعال همه چیز را برای من عنایت کرده است. روحی شاه یکی از آشنایان او در اینجا میگوید: اگر با کسی دوست شد آن دوستی را گرامی داشت. او فردی بسیار سپاسگزار بود. او به رضای خداوند متعال راضی بود. او همواره شکرگزار نعمتهای او بود. با دیگران مهربان بود و بعد از آن بسیار سپاسگزاری میکرد، به حدی که تمام که طرف مقابل خجالت میکشید. خواهر شوهرش طاهر فاروق میگوید: به جای این که من را خواهر شوهر بداند، مثل یه دوست و خواهر با من رفتار کرد.
او فداکارانه عشق می ورزید. او می دانست که چگونه بار روابط خود احترام بگذارد. او دقیقا همان چیزی را برای دیگران ترجیح می داد که برای خود ترجیح می داد و هرگز هیچ احساس منفی در دل خود نداشت. او در اون چی می گفت واضح و سریع بود. او در اقامه نماز و روزه و تلاوت قرآن کریم منظم بود و به خلاف دلبستگی راسخ و عمیق داشت. او با خوشحالی هر کار جماعتی را که به او سپرده می شد انجام می داد. خداوند متعال به او آمرده شد رحمت خود عنایت فرماید و فرزندانش را بر میراث فضایل او توفیق دهد. به شوهر و فرزندانش صبر و استقامت عنایت فرماید. دومین تشییع جنازه چودری رشید احمد معاون سابق ثبت احوال در دانشگاه کشاورزی فیصل آباد است. او در حال حاضر در ایالات متحده زندگی میکرد. او نیز اخیراً درگذشت. انا لله و انا الیه راجعون. به راستی که ما از آن خدا هستیم و به سوی او باز میگردیم. به فصل خدای متعال موسی هم بود. پسرش رفیق طاهر در لس آنجلس به جماعت خدمت میکند و میگوید احمدیه ابتدا از طریق برادر بزرگتر مرحوم چودری برکت علی به خانواده آنها رسید و پس از آن پدر و سایر اعضای خانواده‌اش افتخار بیعت را پیدا کردند. در اختشاشات سال 1974 خانه‌اش در محوطه دانشگاه در میان محله های دانشگاه بود. گروهی به او حمله کردند و خانه‌اش را غارت کردند و هر چه داشتند را به آتش کشیدند. به هر حال از آنجا رفت و دو سه ماه بعد که شرایط بهتر شد به دانشگاه برگشت. معاون رئیس دانشگاه گفت که مالک کارخانه کریسنت گفت آرزو دارم زیان شما را پوشش دهم، میزان خسارت را به من بگویید. چودری رشید انگشت خود را به سوی آسمان بلند کرد و گفت مطمئنا نه، من از کسی کمک نمی گیرم. این ضرر را در راه خداوند متعال متحمل می شوم. من به خاطر او این زیان را متحمل شدم و او خودش زیان را جبران می کند. سپس خداوند متعال آنچنان بر او عنایت فرمود که در مدت کوتاهی توانست ضرر را که متحمل شده بود جبران کند. او با خلافت رابطه عشق و اطاعت فراوان داشت. او تلاش کرد تا دستورات را به طور کامل انجام داد. او آنقدر قابل اعتماد بود که عضو کمیسیون کمک هزینه دانشگاه بود. اینی که افتخار بزرگ است. یک بار جلسه‌ای بود و به او پول داده بودند تا هزینه بلیط قطار شرکت در جلسه را تأمین کند. در راه بازگشت برخی از اعضای خانوادهش گفتند که مایل به همراهی او هستند و به همین دلیل وی برای نشستن با اقوامش بلیط خود را به درجه دو تغییر داد و با باقی مبلغ را به دولت برگرداند. یک بار به دفتر رئیس کمیسیون کمک هزینه دانشگاه رفت و کارت خود را برای ملاقات فرستاد. کارگردان بیرون آمدند و به کسی که بیرون نشسته بود گفت این همان آدم قابل اعتمادی است که می گفتم چقدر قابل اعتماد است. او بلا فاصله از این فرصت استفاده کرد و جماعت را معرفی کرد و گفت که او احمدی است و امانتداری او به دلیل احمدی بودنش است. از این رو این برای احمدی ها درسی است که همیشه صادقانه به وظایف خود عمل کنند و هرگز گرفتار هیچ گونه طمع مالی نشوند. او در ارائه کمک های مالی و فداکاری های مالی پیشتاز بود. او بغیر از پدر و مادر و خواهران و برادرانش مرتباً برای صندوق تحریک جدید و صندوق وقف جدید از طرف پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت مسیح موعود علیه السلام اعانه می داد. او فردی بسیار دوست داشتنی بود. بعد تمام دانشجویان دانشگاه مانند فرزندان و برادران خود رفتار می کرد. همه جمع می شدند و این نماز در روز در منزل ایشان مخصوصا نماز مغرب می خواندند. او همیشه لبخند بر لب دیگران را ملاقات می کرد. او آدم بسیار قناعتی بود. خداوند متعال او را مغفرت و رحمت خود قرار دهد و فرزندانش را به میراث فضایلش توفیق بدهد. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره
وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ عِبَادُ اللَّهِ رَحِمَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.